بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترامات خدمت هموطنان عزیز و گرامی. هموطنان عزیز، امروز آمدیم در سرک کوتل خیرخانه و ساخت و ساز سرک کوتل خیرخانه، که این سرک دو طرف از این سرک، دو طرفه از این سرک، یعنی کار شروع شده و کار میکنن، هم این طرف سرک و هم اون طرف که فعلا کارهای کانال کشی و کارهای شده، کارهای کندنتواری، خاکبرداری، اینهایش هنوز شروع نشده. هموطن عزیز، همون قسمی که مشاهده میکنید، کارهای خاکبرداری از این سرک در حال کار کردن هستن و این سرک قرار است، این باند از این سرک جور شد، راه باز شد برای هموطنان ما که رفت آمد کنند. و باند بعدیش که این باند قدیمی از این سرک بود، قیرایش کنده شده، کارهای خاکبرداریش، همون قسمی که شما پیشتر کار رو مشاهده میکنید، این قسمت ها کارهای خاکبرداری از این سرک شروع هستن و در حال خاکبرداری هستن. و همچنان پیشترک ها کارهای کندنکاری سرک هم جریان داره، که سرک قدیمی را بعض جایی که مانده، کارهای قیرش یا دیگه کارهایش مانده، کارهای کندنکاریش هم هست و کارهای خاکبرداریش هم این لینش در حال انجام هست و کار میشه سرش. هموطنان عزیز، یک سرک بسیار مهم و حساسی برای هموطنان ما این سرک کوتل خیرخانه است، که هموطنان ما که در کابل بودن و رفت آمد کردن از کوتل خیرخانه میفهمند که بیروبار و ازدحام از این سرک خیلی زیاد بود، یعنی در حد زیاد بود که معروف بود در کابل و رابنده کوتل خیرخانه. و جور شدن از این سرک الحمدلله، یعنی فاز اولش جور شد که خیلی خوب شد، فاز دومش هم در حال کار است. البته هم این طرف این لاین سرک کار کردن، کارش جریان داره که در حال کار است. اون لاین سرک هم اون طرف که مسیر رفت طرف ولایت های شمال کشور است، فعلا کارهای همو کانال کشی و کارهایش شده، در حال کار اون طرف سرک هم است. این طرف سرک هم که دیگه کار شدت جریان داره، همون قسم که شما میبینین اسکواتورها، این قسمت سه اسکواتور دمی منطقه است که در حال کار خاکبرداری سرک است. و پرسنل کاری شرکت هم خیلی به این قسمت زیاد است، یعنی ما وقتی که دفعه قبل آمده بودیم، کارهای کندنکاری است همو قیر سرک قدیمی کوتل خیرخانه بود، فعلا هم که قیر کنده شده، در حال کار خاکبرداری است. بعضی جایا کار کندنکاری هم یک مقدار که مانده در حال کار کندنکاری هم است. همه قسمت هموطنان ما هستن و میریم همراهشان، یک مصاحبه کوتاه میگیریم و بعد ادامه برنامه هم شما با ما همراه باشید. هموطنان عزیز، مارکت قصر لباس و روبروی مارکت قصر لباس کار سرک جریان داره و در حال کار کردن هستن. و همون قسمی که شما هم مشاهده میکنین، باران دو روز است که در شهر کابل میباره و نم باران بعض وقتا شدیدتر، بعض وقتا کمتر، بعض وقتا هم شبها بیشتر، و دو روز است که بارندگی در کابل هست و قرار است که بارندگی سه روز ادامه داشته باشد شهر کابل. البته هموطنان عزیز، همون قسمی که شما مشاهده میکنید، کار فاز دوم از سرک کارش جریان داره. این قسمت ها شما مشاهده میکنید در حال کندنکاری یک لاین از سرک هست و یک لاین هم برای عبور مرور هموطنان ما باز است. البته این سرک بسیار مهم و اساسی هست، به خاطر از اینکه تقریبا حدوداً 17-18 ولایت در این سرک وصل میشه، که رفت آمد 17-18 ولایت از این سرک میشه. و یک سرک دیگه هم که از شارع قنبر آمد به سرک کوتل خیرخانه وصل شد، که البته هموطن ما که از دشت برچی هم میتونه بیایه، شارع قنبر از شارع قنبر میتونه بیایه در کوتل خیرخانه و از این سمت به سمت ولایت های شمال کشور مسیر داشته باشن و رفت آمد کنن. کوتل خیرخانه یکی از بیروبارترین ازدحام ترافیک بود که بخی در تمام سطح کابل معروف بود، یعنی بیروبار و ترافیک کوتل خیرخانه. البته در این قسمت که شما مشاهده میکنین، فعلا کار کندنکاری سرک جریان داره و ما هم میریم اموت پیشتر، در حال که سرک جدید قرار ساخته شد. البته این سرک قدیمی از این کوتل بود
که قیرای شکنده شده، یک مقدار بعض جایا که محکم کاری داشتن، سیمیت داشتن، اینا اونا هم در حال کندن هستن. و سرک جدیدی که ساخته شد از این طرف ساخته شد و مسیر سرک از سرش خاک انداخت و لنگر اینا گشت، را باز شد برای هموطنان ما که بتونن رفت آمد کنه و سرک قدیمی را قیرایش کندن و خاکایش هم برداشته شده. قرار است که این خاکا کامل برداشته شده و دوباره سر از این قیر انداخته شده و خاک انداخته شده، لنگر گشته شده، یک چهار سرکه خیلی خوب در قسمت کتل خیرخانه جور شده. میریم پیشترک ها و از جزئیات بیشتر از این کارم با تصویر میگیریم و با دیدن یک چند تصاویر با ما همراه باشیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. مونده نباشین. خوب هستی؟ خوب هستی. بخیر هستی؟ صحتان خوبه؟ بخیر باشی. بخیر باشی. سلامت باشی. چطور کارا بخیر میگذره؟ اینا کار خوب روان است. بخیر هستی؟ طور خوب کار روان است. سرک بسیار خوب کلان جور میکنیم. کار بسیار تیز روان است. کارگر زیاد است. موتر زیاد است. کواتوری کار کم داره رش است. تکلیف مردم است. و کار زود خلاص میکنیم بخیر. انشالله کار بخیر. انشالله خلاص میکنیم. بسیار سرک کلان را جور میشه. دو یک 20 سال پیشم پروا نداره. که 20 سال تیر شوم پروا نداره. این رش همینجا کم است. ای اساسی خوب جور میشن. بسیار بخیر، خوب کار روان است انشالله. شما در کدام بخش کار میکنین؟ اینا می بخش چی است؟ همی شرکت تا ما دام ترک دریور هستیم. انا می خاک میبریم، همی جا خوب جغل مغل میاریم، خوب جور میکنیم انشالله. خاکار کجا میبرین؟ جی خاک میبریم، همی جا یک جای داریم، جای دولتی است، همی جا خطا میکنیم. خاکار را جای دولتی اونجا خالی میکنین، باقی میکنین، دوباره خاک میبرین شما؟ دیگه خاک مادن خوب، خاک خوب صفا ریگریشن میاریم، همینجا بیا خوب کمپکشن میکنیم، بیا جور میکنیم، بس خوب قوی باشه. بسیار فعلا کار در کجا رسیده؟ بخیر چقدر کارا پیش رفته، چقدر کار مانده؟ یکان جای در خیر همی ترکول گیر میگی، ترکول میام اینجا رسیده کمک جای دیگه ترکل شروع میکنیم بخیر. او همی کمک کمک با همی برای کدام جای با کندنکاری میکنیم، دیگه جای با ترکل کم زرک مانده که رسیده دیگه ترکل شروع میکنیم بخیر. فعلا کار خاک برداری شروع است؟ او یعنی شیم شروع است، دیگه تر زیاد موتر کار زیاد شروع است. ای کندنکاریم شروع است، امی چی دیگه موادم به مادن میاره، همینجا خطا میکنه. خب پس کاری هم کار کندن کاری شروع، هم کار خاکبرداری و هم کاری که دیگه خاک بیاره سر از این انداخته شده. زیاد کار ما گفتیم که موتر و اسکواتور هرچی نفوس زیاد است، کارگر ما انجینر هرچی نفوس زیاد است. پس کار به شدت جریان داره دیگه؟ تد جریان داره. خب انشالله کمک وقت بعد جور میشه. انشالله. از کجا تا کجا را کار میشه این سرک؟ یک کد امی چی سرک بوستان شروع است، از کوتل سر، از سر کوتل، سر کوتل انا مینجا بس شروع، از سر کوتل تا سرک بوستان، سرک بوستان هر دو شد جور میشه. دور دو دانا سرک است، دو سرک است، کلان است. بسیار خوب. از کدام ولایت هستی برادر؟ ما از پکتیا هستیم. از پکتیا؟ بله. خانه هم اینجا هست؟ کابل؟ نه، خانه از ما پلچرخی هست، هم اینجا کار میکنم. خانه پلچرخی هست و از ولایت پکتیا و کارم در کتل خیرخانه. کتل خیرخانه. بسیار خوب. سلامت باشین، زنده باشین. خیلی ببینید. کدام پیامی گفتنی دارین؟ بفرمایید. زنده باشین، خیلی ببینید. سلامت باشی، بخیر باشی. هموطنان عزیز، تشکر از اینکه بیننده برنامه ما هستین و ما هم امروز آمدیم در قسمت سرک کتل خیرخانه که از جدیدترین گزارشات کتل خیرخانه برای شما هموطنان عزیز خود گزارش تهیه کنیم که کارهای سرک کتل خیرخانه بخیر به کجا رسته. اما قسمی که میبینین این موترهایی که در این قسمت های استاد هسته، کل از اینا خاکایی که از این قسمت خاک برداری میشه، اینا انتقال میده خاکاره و خاک سرک قدیمی کتل خیرخانه هسته که اسفالتش کنده شده و خاکایش برداشته میشه، دوباره سر از این خاک انداخته شده و لنگر گشته شده که سرک دوباره جور شده. البته این سرک یک مقداری هم از سرک قدیمی که کندن اسفالتش کنده، سرک قدیمی تا این قسمت هایی که کنده بود قدیمی بود و این قسمتی که دوباره خط انداخته شده، تا این قسمت هم یک مقدار گلدون از این سرک هم ریزه میشه و این قسمت هم کنده میشه.
سرک کوتل خیرخانه از سر کوتل خیرخانه فاز دوم از سرک کوتل خیرخانه که شروع شد کارش و تا قسمت سرک بوستان کار از ادامه داره و این سرک قرار است که کلان شود. البته این سرک دو طرفه از سرک کار جریان داره، هم این لاین کارش جریان داره که عملا شما میبینین کار خاکبرداری جریان داره، و لاینش هم که فعلا کارای کانال کشی سرک شده، دیگه کارایش مونده. سرکی که قسمت جور میشه سرکی است که تمام ولایت های شمال از این قسمت مسیری که سمت ولایت های شمال کشور رفت آمد مونه هموطن ما از کابل، از همین سرک باید برن و در سرک به سمت ولایت های شمال کشور. فعلا در این قسمت ها کارای خاکبرداری است و سرکی که یک سرک جدید جور شدی، سرک کم کلان شد و سرک کارای هموارکاریش شد و سرش لنگر گشته که فعلا اون لاین باز است و مسیر رفت آمد هموطنان ما که به سمت کابل مرا اون لاین باز است. این لاین سرک قدیمی از کوتل خیرخانه بود که قیرایش کنده شده و فعلا هم کار خاکبرداریش، یعنی دو لایه خاک از که سابق انداخته شده بود، یک لایه که جغل است این قسمت اسکواتور بر داشته میشه با اسکواتور برمی‌دارن و خاک نرمه ای که دارد از زیر از خاک جغل این قسمت است که اسکواتور در این قسمت هم خاکا رو بر میدارن و دوباره سرازی خاک انداخته شود و که لنگر گشته شود سرک شود آماده برای کار قبیزی. بخاطر که سرک قدیمی از این قابل تعمیر نبود و سرش نمیشد دوباره اسفالت بندازه و تعمیر شود و مجبورن که اسفالت از رو کندن دوباره اسفالت شود و خاکاش هم بخاطر برداشته شود که دوباره سرش لنگر گشته شود گشته شود که یک وقتی سرک نشست نکنه. میریم امت پیشترک ها که از ادامه از سرک هم بر شما گزارش تهیه کنیم. در قسمت شهرک بوستان که رسیدیم با شما هموطنان عزیز خود خداحافظی میکنیم. با ما همراه باشید. هموطنان عزیز، رسیدیم به قسمت پایانی برنامه امروزی خود که در سرک کوتل خیرخانه امروز آمدیم گزارش تهیه کنیم و از پیشرفت ها و کارکت های سرک کوتل خیرخانه. هموطنان عزیز، این لاین سرک قدیمی کوتل خیرخانه است که این قسمت ها نزدیک شهرک امو سرک بوستان قیران شکنده نشده، از این به تا این قسمت ها را قیر شکنده شده و سرک جدیدی که ساخته شده او لاین است که فعلا رفت آمد موترا و هموطنان ما از او لاین سرک است. این سرک دو سرکه جور میشه، هم این لاین دو سرکه جور میشه و هم این لاینی که فعلا یعنی چند روزی میشه که هوا بارندگی شده، یعنی دو روز میشه که بارندگی بعض وقتا شدیدتر بعض وقتا کمتر در کابل جریان داره که فعلا به خاطر که کانال های بندسته و سرک شما مشاهده می کنید که آب از کنار از این سرک جریان داره و رفت روی آب است که البته کانالی که قرار کنده شده و کانال بند است در حال کار است، آب از کنار سرک، آبای باران از کنار سرک روان است. شما مشاهده می کنید که آب از کنار سرک جریان داره و رفت میره و فعلا کار سرک کوتل خیرخانه به شدت جریان داره. انشالله که بخیر کار از این تکمیل شود و این سرک بسیار معیاری و حساسی برای هموطنان ما است. فعلا که همه قسم که شما مشاهده میکنید کار سرک جریان داره، کار کندن کاری، کار خاکبرداری سرک، ساخت و ساز سرک بسیار به شدت جریان داره. انشالله که این کار سرک تکمیل شود و هموطنان ما که در این مسیر هستن یا خانه هایشان هستن یا مسیر رفت آمدشان هستن دیگه از این مشکلات خلاصی پیدا کنه و یک سرک بسیار خوب و معیاری برای این هموطنان ما به خیر جور شود. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و برنامه ما رو تماشا کردین. تا برنامه های بعدی و دیدار بعدی شما هموطنان عزیز خدا به خدای یکتا می سپارم. تا برنامه بعدی خدایا رو مددگاری همه ما شما.